عاشق قسمت چهارم. محمود بعد از انجام کارهای اداری استخدامش به شمال رفت و مشغول کار شد. حدود یک ماه طول کشید. به من زنگ زد و گفت منتظرم خانه را تحویل بگیرم، بیام شماها را ببرم. من نه تنها روزها، ساعتها را می شمردم. از پدر و مادرم خجالت می کشیدم. ایمان خیلی شیطنت می کرد. لحظه ای نمی شد از او غافل شد و آرش چهار دست و پا راه می رفت و او هم به مراقبت شدید احتیاج داشت. من دوست داشتم و وظیفه خودم می دانستم که در کار خانه به مادرم کمک کنم، اما نمی توانستم. بار زندگی من به کلی روی دوش مادرم افتاده بود و زحمات او خیلی زیاد شده بود، به طوری که خستگی زیاد را در وجود و چهره او احساس می کردم. پدرم هم احتیاج به سکوت و آرامش داشت که با سر و صدای بچه های من سکوت و آرامش امکان نداشت. آنها زندگی آرامی داشتند. خواهر و برادرانم صبح ها می رفتند و شب ها به خانه می آمدند و خوشبختانه موقع خواب بچه ها بود و آنها نمی دانستند که پدر و مادر از وجود من و فرزندانم چه رنجی می برند. گاه گاهی هم به خانه خاله جان می رفتم و متوجه شده بودم که همسر و بچه های برادر شوهرم اصلا تحمل سر و صدا و شیطنت های بچه های مرا نداشتند. سعی می کردم وقتی هوا خوب بود بچه ها را به پارک ببرم تا ساعتی پدر و مادرم استراحت کنند، اما یک بار هر دو سرما خوردند و درد سر زیادی ایجاد شد. 6 ماه بود که ما در تهران بودیم و رنج بسیاری خودم و پدر و مادرم کشیده بودیم. بالاخره بعد از 1 ماه محمود اطلاع داد که برای بردن ما 3 روز دیگر می آید. بی نهایت خوشحال شدم و آماده رفتن شدم. 3 روز سه روز بعد محمود برای بردن ما آمد. از پسنداز من 10,000 تومان مانده بود. آن را از من گرفت و یک اتومبیل قسطی خرید و گفت شهلا جان وسایل اولیه زندگی را بخریم، بقیه اش درست می شود. پرسیدم خانه چگونه خانه است؟ گفت یک ساختمان 2 اتاقه که یک کوریدور و یک آشپزخانه و سرویس بهداشتی دارد. عوضش نوساز است. همسایه های خوبی هم داریم. من فقط 2 تا پتو و 1 بالش خریدم. کف اتاق ها موکت است. حالا برای خودت و بچه ها لوازم اولیه را بخر. پرسیدم با کدام پول؟ گفت کمی من از مادرم قرض می کنم و کمی هم تو از مامانت قرض کن. نگاهش کردم. بعد از 6 ماه که می خواهم بروم باید یک چیزی هم دستی از آنها بگیرم، اما باشد برویم. فقط برویم. مادرم که گفتگوی من و محمود را شنیده بود مبلغی به من داد و گفت دخترم منو ببخش، بیشتر از این ندارم. با محمود به خرید رفتیم و من با پول کمی که داشتیم فقط برای بچه ها خرید کردم. وقتی میخواستیم حرکت کنیم خاله جان هم به خانه مادرم آمده بود و مقدار زیادی مواد غذایی اولیه برای ما آورده بود. مادرم چندین پتو و بالش و ظرف و ظروف مورد نظر مورد نیاز را برای ما آماده کرده بود و خلاصه اتومبیل ما صندوق و سقفش پر از وسایل نیاز زندگی ما شد و در آخر مادرم یک 2 قالیچه 4 متری به وسایل ما اضافه کرد، طوری که دیگر برای هیچ چیز جا نداشتیم. در آخر مادرم 1 فلاسک آب جوش و 4 ساندویچ کتلت برای ما روی صندلی عقب قرار داد. گفت بین راه غذا نخورید، مهمانخانه ها مطمئن نیستند. ما روی آن عزیزان را بوسیدیم و در حالی که پدر و مادر و خاله جان برای ما دعا می‌خواندند به طرف شمال حرکت کردیم. با
با اینکه می دانستم زندگی سختی در انتظارم است، اما همینقدر که مزاحم عزیزانم نمی شدم و کنار محمود عزیزم زندگی خواهم کرد برایم مهم بود و خوشحال بودم من به چه سختی روی صندلی عقب جا گرفتم. ایمان را روی صندلی مخصوص بچه گذاشتیم و آرش در بغلم بود. صندلی جلو کنار محمود هم پر از وسایل بود. از محمود خواهش کردم خیلی آرام و با احتیاط رانندگی کند. همین سفارش را پدر و مادرم و خاله جان هم به او کرده بودند. از اتوبان کرج گذشتیم و بعد از ساعتی وارد شهر قزوین شدیم. بچه ها گرسنه شده بودند. به محمود گفتم یک جایی بایست که به بچه ها شیر بدهم و پوشکشان را عوض کنم. محمود خارج از شهر قزوین ایستاد و به من کمک کرد که شیر بچه ها را درست کنم و یک شیشه شیر او دست گرفت و یکی من. شیر بچه ها را دادیم و جایشان را خوش کردیم. بچه ها که احساس راحتی کردند شک و شکمشان سیر شد، هر دو خوابیده بودند. دلم به حال ایمان میسوخت. تفلک گردنش را روی صندلیش کج کرده و به خواب رفته بود. میدانستم که گردنش درد خواهد گرفت، اما کاری از دستم بر نمی آمد. اظهار نگرانی کردم و محمود گفت 2 ساعت مانده، نگران نباش، زود میرسیم. ما هر کدام یک ساندویچ مامانم را خوردیم و محمود پایش را روی گاز گذاشت و بر سرعت خودش افزود. گفتم محمود جان چه کار میکنی؟ 2 تا بچه کوچک در این ماشین هست. گفت میخواهم زودتر برسیم و شماها راحت شوید. گفتم عزیزم، دیرتر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است که یک مرتبه یک اتوبوس مسافری جلوی ماشین ما سبز شد و اگر محمود لحظه ای غفلت کرده بود اتوبوس از روی ما رد می شد. محمود سریع ماشین را به قسمت خاکی جاده کشاند و چون لب پرتگاه بود چیزی نمانده بود که در اثر سرعت زیاد و یک باره به خاکی رفتن به پرتگاه سقوط کنیم. از شدت ترس فریاد زدم. در اثر ترمز شدید بچه ها هر دو تکان سختی خوردند و بیدار شدند و شروع به گریه کردند. من هم در حالی که خودم با صدای بلند گریه می کردم می خواستم بچه ها را آرام کنم. محمود پیاده شد و شروع به عذرخواهی کرد. ایمان را بغل کرد و کمی راه برد و او را نوازش کرد. به من هم گفت که پیاده شو. من نیز پیاده شدم، ولی قلبم به شدت می زد و قادر به راه رفتن نبودم. روی یک تخت سنگ نشستم. همگیمون در آستانه مرگ بودن را تجربه کرده بودیم و خداوند بود که به نجاتمان داد. محمود به همه ما آب خورانید و مرتب اظهار شرمندگی می کرد. دوباره سوار شدیم و حرکت کردیم. به یک قهوه خانه بین راه رسیدیم. محمود ایستاد و پیاده شد. 2 کوکای خنک خرید و یکی به من داد و یکی هم خودش نوشید. من هیچ چیز از گلویم پایین نمی رفت. کارم درست نبود، اما کمی کوکا به ایمان و آرش خورانیدم و آنها دوست داشتند باز هم بنوشند. محمود از دور کارخانه را به من نشان داد و گفت ببین عزیزم رسیدیم. 10 دقیقه دیگر در خانه من خواهیم بود. درست می گفت. 10 دقیقه بعد جلوی درب خانه بودیم. درب را با کلیدی که در جیب داشت باز کرد، وارد شدیم. یک کوریدور کوچک و بعد کنارش یک آشپزخانه 8 متری و طرف مقابل حمام و دستشویی. مقابل درب ورودی 2 اتاق بود که درب هر دو به کوریدور باز می شد. اتاقها حدوداً 12 متر و 14 متر بودند و پنجره های بزرگی به سوی باغچه بزرگی که داشت باز می شد که کنار خیابان قرار داشت و یک تراس نسبتاً بزرگ جلوی هر دو اتاق با درب خروجی. با اینکه برای زندگی 4 نفر اتاق کم بود، اما راضی شدم و خدا را شکر کردم.
کف اتاق ها موکت کرم رنگی داشت و کنار یکی از اتاق ها دو پتو و یک بالش روی زمین افتاده بود که فهمیدم جای خواب محمود است. محمود وسایل را به داخل کوریدور و اتاق ها آورد. اولین کاری که کردم قالیچه ها را در وسط یکی از اتاق ها پهن کردم و روی یکی از آنها پتو انداختم و بچه ها را آنجا نشاندم. هر دو میخواستند راه بروند و نشستن برای بچه های شیطان من معنی نداشت. محمود پیشنهاد خوبی کرد و گفت بچه ها را به حال خودشان بگذار تا بازی کنند و راه بروند و موقع خواب حمامشان میکنیم. او راست میگفت و اگر میخواستم مراقب آنها باشم وسایل کنار اتاق باقی میماند. محمود گفت بروم برای شام چیزی بگیرم. گفتم فقط نان و پنیر. با وضعی که داریم نباید زیاده روی کنیم. لحظه ای ایستاد و به چشمانم خیره شد. سپس گفت حیف از تو که به دست من حرام شدی. گفتم من عاشقت هستم و هیچ شکایتی ندارم. او رفت و من خیلی زود وسایلی را که آورده بودیم در جای خودشان قرار دادم و در ذهنم این بود که چه داشتم و حالا چی دارم. اما عیبی ندارد، بهتر از مزاحم پدر و مادرم شدن است. سعی می کردم چهرم عادی باشد و نشان ندهم که از زندگی فعلیم دلخور هستم. محمود خیلی زود برگشت با نان بربری تازه و پنیر و خیار و گوجه فرنگی. احتیاج مبرمی به یخچال داشتم ولی حرفی نزدم. بچه ها خسته شده بودند و خوابشان می آمد. برای آنها جا درست کردم و بعد از یک دوش آنها را خواباندم. متوجه شدم که پتوهایی که مامانم داده خوشبختانه با ملافه است. از آن پتوهای ملافه دار برای آنها استفاده کردم، ولی می دانستم که چون نزدیک هم خوابیده اند اگر آرش گریه کند ایمان را هم بیدار می کند. به هر حال چاره ای نبود و می بایست مدتی این وضعیت را تحمل می کردم. به محمود گفتم اینجا فروشگاه هم دارد. گفت دو مغازه کوچک. پرسیدم یخچال؟ خندید و گفت نه بابا، اینها بقالی هستند. یک شهرستان نزدیک اینجا هست، باید لوازم زندگی را از آنجا خرید. گفتم میشه سری به آن شهرستان بزنیم؟ گفت عزیزم من 3 روز مرخصی داشتم. امروز هم جمعه بود، از فردا صبح باید سر کار بروم و فقط خوشحالم که ماشین خریدم، چون هیچ امکاناتی در اینجا نیست و با 2 تا بچه کوچک بدون ماشین نمیشه زندگی کرد. باشه، فردا بعد از ساعت کارم میرویم یک گشتی این طرف اطراف میزنیم. در آشپزخانه یک اجاق برقی 2 شعله قرار داشت. خاله برای من برنج و روغن و بنشن گذاشته بود و قند و شکر و چای. مامانم ظرف و ظروف گذاشته بود. خوب بود، کارم راه می افتاد، ولی بدون یخچال برایم خیلی سخت بود. خب من که با همه رنگ محمود ساخته بودم، با این هم می ساختم. محمود به من گفت من صبحانه را در کارخانه با دوستانم می خورم. تو راحت بخواب. گفتم امیدوارم دوستانی که اینجا پیدا کرده ای مانند دوستان شیرازت نباشند. خندید و گفت نه عزیزم، آنطوری نیستند. تو هنوز مرا نبخشیده ای؟ آن شب بچه ها تا صبح یک سر خوابیدند. معلوم بود که خستند. صبح من قبل از آنها بیدار شدم و شیرشان را آماده کردم. صبحانه مختصری خوردم. فکر می کردم که نهار چه باید درست کنم. به یادم آمد برنج و روغن و عدس دارم. خب عدس پلو درست می کنم. وسیله سالاد هم دارم. نه، سالاد ترشی ندارد. وای، همیشه یه چیزی کم دارم. بچه ها بیدار شدند. شیرشان را دادم و لباسشان را عوض کردم. هر دو را در کالسکه گذاشتم و از خانه بیرون رفتم. باید بروم ببینم اطراف خانه چه خبر است. وقتی که از خانه بیرون رفتم مثل این بود که در یک بیابان لمیزره هستم. یک برگ سبز دیده نمی شد. به استناد
به استثناء خیابان‌هایی که مربوط به مجتمع سازمانی بود، بقیه همه جا خاک بود و خاک و خار بیابان. سعی کردم کالسکه بچه ها را در زمین خاکی نبرم و شروع کردم به قدم زدن در آسفالت. خیابان ها باریک، خانه های سازمانی، یکی دوتا از خانم ها را دیدم که در حیات خانهشان بودند و با من سلام علیک کردند. خانه ها همه ویلایی بود و دیوارهای کوتاه بلوکی داشت و کاملا ساختمان و حیات خانه دیده می شد. دوری زدم و برگشتم. خانه ما هم حیات بزرگی داشت که به غیر از حاشیه آن بقیه خاکی بود. تصمیم گرفتم آبادش کنم. من گل خیلی دوست داشتم و می بایست این باغچه ها را غرق گل کنم. عصر که محمود به خانه آمد، بعد از خوردن نهار و کمی استراحت گفت طبق قولی که دادم برویم کمی بگردیم. او ما را به شهرستان رودبار برد، شهری که با زیتون شناخته می شد و بیشترین محصول آن زیتون بود که در کشورمان اسم و رسمی داشت. شهر کوهستانی بود و بسیار سبز و خرم و زیبا. بیشتر مغازه های آن و به خصوص کنار جاده شمال زیتون فروشی بود و داخل شهر که رفتیم دو سه تا فروشگاه بود که وسایل زندگی داشتند. وارد یکی از فروشگاه ها شدیم و یک یخچال 9 فوت قیمت کردیم. دیدم توان خرید نداریم. من آهسته به فروشنده گفتم قسطی هم می دهید؟ فروشنده گفت بله خانوم. یک مرتبه جا خوردم و محمود را صدا زدم و گفتم محمود جان، این آقا یخچال قسطی هم می دهد. محمود جلو آمد و پرسید با چه شرایطی؟ پرسید شغل شما چیست؟ و محمود گفت در کارخانه سیمان هستم. گفت باشه به شما می دهیم. پرسیدم چند ماهه؟ گفت هر قد که بودجه دارید. و من نگاهی ملتمسانه به محمود کردم و محمود بلا فاصله گفت میخرم عزیزم. پسندیدی؟ گفتم آره عزیزم، حالا که قسطیست بیشتر هم میتونیم بخریم. محمود گفت مثلا چی؟ گفتم لوازم اتاق خواب و تخت بچه ها. فروشنده گفت داریم اما در انبار است. چون در مغازه جا نمیشود میخواهید برویم انبار نشانتان بدهم؟ و ما قبول کردیم و با او به انبار رفتیم. تخت و لوازم اتاق خواب و دوتا تخت بچه برای بچه ها خریدیم و برای پرداخت اقساط آن محمود برای 1 سال چک داد و با خوشحالی به خانه آمدیم. قرار شد فردای آن روز وسایلی را که خریده بودیم برای من با کامیون بفرستند. آن شب چندین تخم مرغ و کمی میوه و زیتون از رودبار خریدیم چون می دانستیم که فردا یخچال خواهیم داشت. شام را املت خوردیم و خوشحال و خندان خوابیدیم. صبح محمود به سر کارش رفت و من منتظر شدم که وسایل را بیاورند. بچه ها بازی می کردند و من یادم رفت که به فکر نهار باشم. فقط در ذهنم این بود که وسایلی را که می آورند کجا بذارم که زیباتر باشد و چیزی را که فراموش کرده بودم پرده اتاق ها بود، چون اگر کسی در خیابان راه می رفت تا انتهای اتاق ما را می دید و من خوشم نمی آمد. اما پرده آماده نبود و باید پارچه می خریدم و می دوختم که چرخ خیاطی نداشتم. گفتم باید از خاله جان دعوت کنم که چند روزی پیش ما بیاید و اندازه درها را هم بگیرم که برای من پرده بدوزد و بیاورد. همین کار را هم کردم. پایان قسمت 4.